محترم و سلام خدمت همکاران عزیز. برنامه فالوآپ تاریخ 16/11/99 رو در خدمتتون هستیم. مشکل کوچیکی درباره شیر کردن که الان هم حل شد، خدا رو شکر در خدمتتون هستیم. امیدوارم که جلسه خوبی رو داشته باشیم. بابت این چند دقیقه تاخیر عذر میخوام و در ازاش بنده سعی میکنم زودتر جلسه رو مدیریت کنم. از خانم دکتر رضایی خواهش میکنم که در خدمتشون باشیم برای معرفی کیس اولمون. با سلام و کسب اجازه، مریض مورد معرفی دختر 4 ساله هستم با چیک کامپلنت تورم صورت. دختر 4 ساله با تورم پاروتیت راست از 2 هفته قبل که ابتدا تورم تو ناحیه بوکال همراه با خروج چرک زرد رنگ بوده و تحت درمان با متونیدازول و سفالکسین بودن که بهبودی موقت داشتن. مجددا از شب قبل مراجعه دچار تورم و درد ناحیه بوکال میشن که با این شکایت به اورژانس مراجعه داشتن. شرحالی که ازشون گرفتیم علائم تنفس و گوارشی نداشتن، علائم کوریزا نداشتن، خشکی چشم نداشتن، هالیتوزیس منفی بود، پس مدیکالشون منفی بود، فامیلی استوریشون منفی بود، درگ استوریشون همون سفالکسین و متونیدازولی که طی مراجعه به پزشک براشون به خاطر مشکل تجویز شده بود. معاینه فیزیکیشون علائم حیاتی پایدار بود، تبدار نبودن، تورم واضح بوکال سمت راست و در محل غده پاروتیت راست اریتم و تورم گرمی و تندرنس وجود داشت. قوام سفتی تو معاینه پاروتیت سمت راستشون داشتن و در معاینه با آبسلنگ قسمت داخلی بوکال چرک زرد رنگی خارج شد. عکسی که میبینید مربوط به روز اولی که مراجعه کرده که تو عکس تورم پاروتیت سمت راست مشهود هستش و این اریتم مربوط به دهانه مجرای استنسونه که تو معاینه ما تو اورژانس متوجه شدیم که دهانه مجرا دچار تورم سفید رنگ و اریتم شده. برای کودک تو بخش عفونی که بستری بودن براشون سونوگرافی پاروتیت درخواست دادیم. غده پاروتیت راست گفته بودن که با افزایش اکوژنیسیته و دیلاتاسیون مجرا و همراه ادم بافت زیر جلدی به نفع پاروتیت هاد گزارش شده بود و تصویر یه سنگ به دیامتر 4 میلیمتر تو دیستال مجرای بزاقی پاروتیت مشهود بود که گفته بودن شواهد به نفع سیالادنیت هاد بوده و شواهدی به نفع کالکشن واضح رویت نشده بود. تو آزمایشات مهمی که داشتیم یه وایت پیسی 16500 داشتن با یه پی ام ال 65% و لیمف 23%، یه هموگلوبین 12.7، پلاکت 441000، ای اس آر 11 و سی آر پی 6 و بیوشیمیشون هم که نرمال بود. برای کودک اینجا براشون آنتی بیوتیک شروع شد با کلیندامایسین و آمیکاسین. بعد طی 4 روزی که اینجا بستری بودن سیر بهبودی داشتن و تورم و اریتم پاروتید به حداقل رسید. بعد از بهبودی شرایط بیمار رو با سفالکسین و شربت فارمنتی و توصیه به مراجعه سرپایی به درمانگاه ENT مرخصش کردیم. خیلی متشکرم خانم دکتر از معرفی خیلی خوبتون. بیمارمون یه تورم یک طرفه‌ای در سمت راست صورتشون داشتن که با تشخیص اولیه پاروتیدیت و با توجه به اینکه خروج چرک واضح از مجرای استنسن داشتن، با شک به پاروتیدیت چرکی، حالا در چه زمینه‌ایش خب اون اول ابتدا تا بررسی‌های بیشتر انجام بشه، ابتدا آنتی بیوتیک تراپی با توجه به اینکه خروج چرک داشتن و تورم و تندرنس در معاینه وجود داشت و تصاویری که مشهود هستش، جهت بیمار آنتی بیوتیک
که شروع شد و بعد از اون با انجام سونوگرافی متوجه یک سنگ 4 میلیمتری در انتهای مجرای بزاقی کودک شدن. در کل نکاتی که در مورد نکات جنرالی که تا قبل از اینکه در خدمت استاد اسحاقی باشیم، یه نکات جنرالی که حالا برای همکاران جوانتر خودم در مورد پاروتیدیت از شایع‌ترین علالش میتونه علل وایرال باشه، مثل اوریون اگر بچه حالا واکسیناسیونش کامل نباشه که اون هم میتونه پاروتیدیت یک طرفه یا دو طرفه ایجاد بکنه، کوکساکی میتونه از علل باشه، و در مورد علل باکتریال استاف اورئوس بیشتر دیده میشه که با افزایش مارکرهای التهابی ما اون رو میتونیم ببینیم و نیز ترشح چرکی که از اون مجرا میتونه اتفاق بیفته. در مورد پاروتیدهای عود کننده هم حواسمون به موارد ایدیوپاتیک، ایدز، شوگرن، سنگهای مجرای پاروتید و موکوس پلاک باید باشه که در این بیمارمون تا جایی که شرح حال میدادن نوبت اولشون بوده. در خدمت جناب استاد اسحاقی فوق تخصص عفونی و از اساتید برجسته مرکز طبی کودکان هستیم. استاد اگر که افتخار بدید ما رو به فیض برسونید در خدمتتون هستیم. متشکرم که حضور دارید. سلام خانم دکتر، استاد شما بخیر. سلامت باشین، در خدمتتون هستم. بفرمایید. خیلی ممنون از دعوتتون. عرضم به حضورتون که همونطور که خانم دکتر رضایی فرمودن، در واقع وهله اول وقتی شما مواجه شدیم با بیماریش با تورم ناحیه بناگوش یا پاروتی، یعنی با یه پاروتیدیت در حقیقت که علائم التهاب رو داره مواجه شدیم، وقتی در این که شاید این علت پاروتیدیت هم که شما فرمودین علل ویروسی هستش، با وجود واکسیناسیون MMR که انجام میشه، هنوز باز اولین در حقیقت تشخیص همون شایع‌ترین علت هنوز هم همون عفونت هوریون هست، ولی عفونت های دیگه مثل چلویوس های هم کوکساکی بی شایع‌ترین هست. ولی اون چیزی که باعث افترا بندر بارونی میشه بین پاراسیت ویروسی و پاراسیت چرکی، یکم علائم سیستمی که شدیدتر هست و از اون مهمتر خروج چرک از مجرای استنسن هستش که در حقیقت وجود چرک شوندنده پاتولوژی باکتریال هست. خب بنابراین ما با یک پاروتیدیت چرکی مواجه هستیم. خب مثل هر جای دیگه شما دو قسمت داره کارتون، یک قسمت درمان، این قسمت تشخیص علت اینکه چرا بچه سن دچار پاروتیدیت چرکی شده. عرضم به حضورتون که خب روش‌های تشخیصی ممکنش همین سونوگرافی که انجام شده، سونوگرافی پاروتیدیت رو تایید می‌کنه به اضافه اینکه وجود یک سنگ رو در مجرای در حقیقت استنسن مجرای قطب پاروتید نشون میده. انظر درمانی خب جرماش هم که فهمونی در فرم باکتریار شایع ترینش استاف اورئوس هست، ولی سایر جرم هایی که توی هر وجود دارن بعضی گرم منفی ها یا بی حوازی ها هم میتونه عاملش باشه، و این کامبینیشن که مثل کلیندا و آمریکا برش گذاشته شد پوشش بی حوازی استاف و گرم منفی ها رو انجام. اما از نظر اتیولوژی اون سنگ، اتیولوژی پاروتیدیت چرکی مریض استاز ناشی از سنگ، درست؟ ولی اینکه حالا چرا مریض دچار سنگ شد، علت تشکیل سنگ در مجرای غدد بزاقی مهمترینش طریقت اونتنگ پاتولوژی غلیظ شدن بزاق و کاهش جریان بزاق هست. این مسئله میتونه مثلا در دیهایدریشن، در سوء تغذیه، در مصرف بعضی از داروها مثل مثلا داروهای آنتی هیستامین یا داروهای آنتی هایپرتنسیو یا در جریان بعضی از بیماری های سیستمیک مثل بیماری شوگرن که شما فرمودین که کاهش ترشحات اشک و بزاق رو داریم میتونه اتفاق بیفته. بعضی وقتا آنومالی در مجرا وجود داره، دیلاتیشن هایی در مجرا است، اون دیلاتیشن حالت ساکولر داره و باعث استاز جریان بزاق و ایجاد سنگ میشه. در این مریض اتیولوژی تشکیل سنگش واقعیتش پیدا نشد. این سنگ ها اکثرا از جنس سنگ های کلسیمی هستن. خب طبیعتا وقتی که عفونت یه مدار فروکش کنه، اگه سنگ دفع نشده باشه، مریض کاندید اندوسکوپی مجرای بزاقی هست که این مریض هم در پلنش هست که انشالله بعد از اینکه بهبود پیدا کرد سنگش خارج شد. بعضی وقتا البته مجرای سنگ هایی که در قسمت دیستال مجرا هست، بعضی وقتا با ماساژ یا روش دستی امکان داره منوالی خارج بشه، ولی موقعی هم که خیلی بزرگ بشه و یا قسمت پروزیماتر بشه باید برسته اندوسکوپی یا حتی در بعضی باید جرگه باز خارج بشه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استاد. استاد جسارت هم در چت از ترکیب سفالکسین و فارمنتین برای ترخیص مریض سوال کردن که ممنون میشم توضیح بفرمایید. عرض کردم چون ما پاتولوژی نداریم از مریض، چیز ببخشید میکروب نداریم از مریض، طبیعتا مجبوریم رو همون جرمایی که فکر کردیم شایع هستن و درمان امپایلیت رو اونا گذاشتیم رو همون هم مرخصش کنیم. یعنی اینکه عرضم بود به شما که شما برای اینکه استاف های کامیتی اکوارد از مارسی کامیتی اکوارد رو بپوشونید به اضافه اینکه های همراه است استاف بی حوازی رو بپوشونید چویس مناسبتون کلیندامایسین هست، آنوپاسین هم که به عنوان در حقیقت درمان گرم منفی گذاشتیم، حالا گذاشتن فارمیتین میشه آپشنال، حالا میشه شاید داروی دیگه یا مثلا حتی مثل کورتیزون براش گذاشت، ولی به حال داروییه که وسیطه هم باز پوشش بی حوازی داره، هم گرم منفی ها رو پوشش میده تا حدودی و همین که خود استاف رو. خیلی متشکرم استاد از حضورتون، استفاده کردیم. خیلی متشکرم، ممنون. متشکرم. در حضور خانم دکتر میر اشرفی متخصص ENT و از اساتید بزرگ مرکز طبی کودکان هستیم. خانم دکتر اگر که تشریف دارید در مورد اینکه سنگ های غدد بزاقی رو یا مجرای بزاقی رو شما پلنتون و اپروچتون بهش چی هست و همکارای من چه موقع باید اورژانسی تر به شما ارجاع بدن و چه موقع نمیتونن، حالا بعض از همکارای من هستن که ممکنه توی شهرستان کار کنن و دسترسی شاید به همه تخصص های دیگه نداشته باشن، برای اینکه کی باید مریض رو ارجاع بدن و اینکه چه موقعی کار خاصی لازم هست یا نه، اگه برامون بفرمایید ممنون میشیم از حضورتون استفاده کنیم. در خدمتتون هستم خانم دکتر. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و همکاران محترم. صدای من واضحه؟ بله استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید. در مورد سنگای بزاقی، خب معمولا در مورد هر در واقع زمانی که ما پلن جراحی داریم، معمولا تو فیلد عفونی ما معمولا ساب میکنیم حداقل 24 ساعت 48 ساعت آنتیبیوتیک شروع میکنیم، یه مقدار اون التهاب اون آبسه فروکش پیدا کنه و بعد پلن جراحی رو میذاریم. کم پیش میاد توی سیالادنیت های چرکی، حالا در زمینه سنگ به خصوص، که ما در همون زمانی که در واقع عفونی هستش ما بخوایم پلن جراحی رو بذاریم. منطقه خب در مورد سنگ یه تفاوتی که هست که تا اون پاتولوژی اصلیه شاید درمان نشه، گاهی وقتا درمان عفونتی که روش سوار شده خب خیلی سخته، ولی این در زمانی که خب سنگ خیلی بزرگ باشه و عملا هیچ در واقع درناژی از اطراف سنگ نباشه که کمترین اتفاق میفته. در مورد این کیس خاص که خب دو تا نکته که خیلی جالب بود برای خودم، البته از نظر پزشک نه از نظر بیمار، این که کلن سنگای بزاقی توی بچه ها خیلی ناشایان، به خصوص بچه های زیر 10 سال. از طرفی 90% سنگا توی ناحیه سابمکس اتفاق میفته، این باز جزء موارد خیلی ناشایع بود که توی پاروتید اتفاق افتاده بود. دلیلش هم اینه که خب ترشحات غده بزاقی سابمندیبولر بوکوس غلیظتری داره، به خاطر اون تنگی ذاتی مجرا نسبت به استنسون و همینطور مسیری که طی میکنه، اون استازه خب خیلی راحت‌تر اتفاق میفته و معمولا سنگ توی ناحیه سابمندیبولر داریم و کمتر پیش میاد توی پاروتید که حالا هم مجراش یه مقدار دیلاته‌تر هستش، هم توی وضعیت دیپندنت دقیقاً درناژ بزاق انجام میشه براش، هیچ تورتوزیته معمولا توی مسیر مجرای استنسون نیست مگر اینکه حالا یه آنومالی وجود داشته باشه. به خاطر همین سعی میشه، حالا اینکه مورد اولش بود ولی اگر واقعا تکرار قرار باشه بشه حتما اون آنومالی ها باید بررسی بشه. از نظر درمانی خب سنگ اگر در نزدیکی اوریفیس باشه، به خصوص تو ناحیه سابمندیبولر، گاهی وقتا با یه مانیپولیشن با یه میلکینگ، گاهی وقتا یه اینسیژن لازمه نزدیک در واقع دهانه داده بشه و سنگ خارج بشه، ولی تو ناحیه و اگر کلن سنگ هر غده بزرگی اگر در داخل غده بزرگی باشه باید غده بزرگ ریزکت بشه. خب تو ناحیه سابمندیبولر یه مقدار کار ما راحت تره به خاطر دسترسی، یعنی عملا دسترسی به غده راحت تره، و تو ناحیه پاروتید به خاطر اینکه عصب فیشیال در خطر هست و خب اسکارش اسکار صورته، ترجیح ما اینه که کمتر سراغ این در واقع اپروچ بشیم.
بریم. تو مجرای پاروتید شاید چویس به خصوص حالا توی این بچه سیال و اندوسکوپی باشه که با لنز در واقع از دهانه استنسون هم لنز هم یه ایریگیتور وارد میشه. اون ایریگیتور نقش دیلاتور داره، شستشو میده و مجرا رو باز میکنه تا سیال و اندوسکوپ نزدیک سنگ برسه و یه بسکت هایی هست که در واقع اطراف این سنگ بسته میشه و سنگ خارج میشه. یا گاهی وقتا خب لیزر کمک میکنه، گاهی وقتا لیتوتریپسی تو همین مجرا کمک میکنه که البته ما توی مرکز خودمون هیچ کدوم از این امکانات رو نداریم، ولی بیمارستان امیرعلم سیال و اندوسکوپ دارن و بسکت های مناسب برای خارج کردن این فارین بادی حالا یا سنگ هستش و معمولا ما مجبوریم برای خارج کردن این سنگ های مجرای استنسون بیماران رو برای سیال و اندوسکوپی ریفر کنیم. اگر سوال دیگه ای هست من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم که وقت گذاشتین. با توجه به مشغله‌ای که امروز داشتین استفاده کردیم، خیلی ممنون. با توجه به ضیق وقت کیس بعدی رو از همکارم خانم دکتر خضری خواهش میکنم که معرفی بفرمایید. با سلام و صبح بخیر، بیماری که خدمت رو معرفی میکنم. بله با سلام و صبح بخیر، بیماری که خدمت رو معرفی میکنم. یه پسر 6 ساله بودن که با بلع دو عدد آهن رو با عصر روز یک شنبه مراجعه کرده بودن. عصر روز یک شنبه بلع آهن رو باشون بود، دوشنبه شب به مرکز طبی مراجعه کرده بودن. بعد به ورود علائم حیاتشون استیبل بود، تهوع استفراغ نداشتن، درد شکم نداشتن، دفع مدفوع ذکر میکردن که شب گذشته بوده، تب نداشتن، در معاینه دیسانتری شکم و تندرنس هم نداشتن. آزمایشات از بیمار درخواست شد که آزمایشاتشون نرمال بود. گرافی درخواست کردیم از بیمار که همون روز دوشنبه ساعت 7 عصر از گرافی بیمار بود که تصویر دوتا آهن ربا رو توی کلون مشاهده کردیم. با سرویس محترم جراحی مشاوره کردیم. اومدن بالین بیمار رو دیدن، گفتن که علائم حیاتیش استیبل، تحت نظر باشه، سرم تراپی بشه، فقط مایعات صاف مصرف بکنه و در صورت بروز درد شکم یا تب اطلاع داده بشه و مجددا یه گرفتی دیگه از بیمار ساعت 6 صبح گرفته بشه. گرافی بعدی بیمار ساعت 6 صبح بود که به نظر مختصر جا به جایی داشتن آهن رباها و ریپورتش هم به این صورت بود که جسم خارجی آهن ربا در پایین لیگامان گاستروکولیک به نظر در کلون نزولی دیده شد، شواهد فونوموپیتون یا انصداد دیده نشد. با سرویس محترم گوارش هم مشورت کردیم. چون بیمار علامت دار نبود تحت درمان با لکسیتیو قرار گرفت. نهایتا سه شنبه شب بیمار آهن رباها رو دفع کرد. در طول بستری هم هیچ علامتی نداشت، نه تب داشت نه درد شکم داشت و معایناتش هم نرمال بود. خیلی متشکرم خانم دکتر جان. با توجه به اینکه کودک ما دو عدد آهن ربا رو دفع کرده بود، خب برای ما یه مقدار جای نگرانی بود که این دو تا آهن ربا هم دیگر رو جذب نکنن و باعث نکروز دیواره روده نشن و به خاطر همین ما مریض رو تحت نظر گرفتیم و گرافی های سریال ازش اخذ کردیم و همونطور که دوستان میدونن دو عدد آهن یعنی بیشتر مساوی یک عدد آهن ربا خیلی باعث اهمیت هست و یه دونه آهن ربا در مری هم از مواردی هست که باید بهش خیلی توجه کرد و در اولین فرصت خارجش کرد. با توجه به اینکه این بیمار علامت نداشت و تصمیم بر لاپاراتومی گرفته نشد، در خدمت استاد عزیزم خانم دکتر رحمانی فوق تخصص گوارش مرکز طبی کودکان هستیم که نظرشون رو در مورد این گونه بیماران و اپروچشون و اینکه چه موقع باید جراحی بشن ممنون میشم که از حضورشون استفاده کنیم. خانم دکتر رحمانی اگر صدای منو میشنوین در خدمت هستیم. سلام صبح بخیر. بفرمایید استاد، صداتون واضح هست. ممنون.
بله با سلام و صبح بخیر و کسب اجازه. این مریض فکر میکنم که 2 روز پیش بود که در واقع بستری بود با 2 تا آهنربایی که حالا لحظه ای که من دیدم واقعیتش تو کلوم بود و خیلی پایین اومده بود و معاینه ای هم که کردیم علائم به نفع ابستراکشن و علائم به نفع پرفوریشن ابستراکشن پریتونیت و اینا نداشت. با توجه به گایدلاینایی که الان وجود داره برای آهنربا در مورد آهنرباهایی که به اصطلاح مالتیپل هستن یا بیش از یه دونه هستن به اصطلاح اگر در مری باشه اینجوری تصمیم گرفته میشه که اگر زیر 12 ساعت باشه با اندوسکوپی میشه در آورد، اما اگر بالای 12 ساعت باشه ضمن در آوردن بایستی جراح مرکز حتما تو در واقع دسترس باشه و اگر واقعا لازم باشه توسط جراحی مداخله بکنیم. و در مورد معده و در واقع بعد از معده هم در واقع همین شرایط برقرار هست، اگر علائم ابستراکشن علائم پرفوریشن و غیره باشه که خیلی مشخص هستش که باید جراح دست بزنه، ولی اگر غیر اینها باشه شاید بتونیم به وسیله روش‌های اندوسکوپیک و کولونوسکوپیک اقدام به درآوردنش بکنیم. و یا خیلی وقتا ذکر میشه که بر حسب خود نظر پزشکی که معالج هست میتونه با تهیه گرافی‌های سریالی که هر 4 تا 6 ساعت انجام بده واقعا این حرکت آهنرباها رو ببینه که ببینه چه شرایطی دارن. اگر ما آهنرباها به خصوص در 2 زمان متفاوت در واقع خورده شده باشن، احتمال اینکه نکروز فشاری، احتمال اینکه امواژینیشن، احتمال اینکه حتی ولولوس پرفوریشن اتفاق بیفته و روده بین 2 تا گیر بکنه راستش بیشتر هستش. و در مورد این بچه چون واقعیتش معاینه‌ای که کردیم نه به نفع پرفوریشن نه به نفع در واقع پریتونیت و بقیه چیزها بود، بنابراین تصمیم گرفتیم که راستش با استفاده از لکسیتیو که براش در واقع کولولاکس اوردر کردیم و گفتیم که در واقع اینو بخوره که خوشبختانه در واقع بچه از این چیز هم سود برد، ضمن که گفتیم گرافی ها تهیه بشه معاینه سریال بشه که خدای نکرده به هر حال براش چیزی مثل پرفوریشن ابستراکشن یا به هر حال یه چیز دیگه این وسط اتفاق نیفته. ولی خدا رو شکر روند در واقع حرکت آهنرباها خوب بود، حرکت کرد و خوشبختانه شبش هم دفع کرده بود. امر دیگه ای باشه من در خدمتم خانم دکتر. خیلی متشکرم خانم دکتر، زحمت کشیدین، متشکر تشریف آوردین. حالا برای همکاران جوانتر خودم فقط یه چند تا نکته کوتاه رو من عرض بکنم. اینکه خب بعضی از جسم‌های خارجی که توی سیستم دستگاه گوارش هستن باید خیلی سریع‌تر و طی حتی 2 ساعت خارج بشن که اونها باتری دیسکی، اجسام شارپ بلند و مثل سوزنهای خیلی بلند، وقتی که بچه علامت دار هست، وقتی جسم خارجی در 1/3 فوقانی مری هست و وقتی که یک آهنربا در مری باشه و یا بزرگتر مساوی 2 عدد آهنربا اگر قابل خارج کردن با اندوسکوپ باشه باید انجام بشه و بقیهشون بچه‌ها بلانت و لقمه های غذا رو میشه یه مقدار فرصت بیشتری بهشون داد و تحت نظر گرفت که دفع بکنن. حواسمون همیشه باید باشه همونطور که استادم فرمودن در مورد اینکه مریضمون علامت دار از نظر معاینه شکم، تهوع استفراغ، علامتی به نفع پریتونیت اگر داشته باشه که باید هرچه سریعتر مشاوره جراحی و اقدام جراحی براشون انجام بشه. خیلی ممنونم از خانم دکتر رحمانی. بیمار بعدیمون رو از خانم دکتر عارف خواهش میکنم که زحمت بکشن و در خدمتشون باشید. بله. با سلام و صبح بخیر. بیماری که خدمتتون معرفی میکنم کیس اول در واقع یک شیرخوار 69 روزه هست. اسلاید ممنونم. یک شیرخوار 69 روزه هست که از 20 روزگی دچار حملات به صورت قطع تنفس، بیحالی و اسپاسم اندام ها بدون سیانوس شده که مادر میگفتن که حدود یک ربع تا نیم ساعت بعد از شیر خوردن بوده، بلافاصله بعد از شیر خوردن نبوده. بیمار با همین شکایت تو اهواز تو آی سی یو بستری میشه به خاطر دیسترس تنفسی که پیدا میکنه، با شک به تشنج تحت درمون با فنیتوئین، فنوبار و لوبل قرار میگیره، ولی با توجه به عدم بهبود علائمش با رضایت شخصی به این مرکز مراجعه میکنه. همچنین مادر میگه که بعد از شیر خوردن به طور کلی بیمار سرفه های مکرر هم داشته. اسلاید بعدی ممنونم. من اسلاید بعدی رو هم لطف میکنیم.
بیمارمون 39 هفته بود، حاصل MVD سابقه بستری نداشتم، فرزند سوم از والدین منصوب، سابقه از تشنج رو ذکر نمی کردن، سابقه فوتو سیبلینگشون در 18 روزگی به علت مشکلات ریوی داشتن، ولی حالا این مشکل ریوی چی بوده واقعا مادر هم نمی دونستن که بهمون بگن. سلاید بعدی لطفا. توی معایناتش در واقع همه معاینات نرمال بود، ولی چیزی که حالا نکته مهمش هم بود که بچه دیسترس تنفسی تو هنگام استراحت نداشت. موقعی که پیش ما هم اومد بچه دیسترس تنفسی نداشت، در واقع تاکیپنه نبود و معاینات دیگرش هم در واقع نرمال بود، تب و علائم سیستمیک هم نداشت. اسلاید بعدی. در واقع وزن تولد 3880 با وزن 5400 که در واقع بین صدک 25 تا 50 میشد، با سچوریشن 98، ما بلاد پرشر 90 روی 60، ریت 25 تا، پالس 130 و تی 37.1. حالا تشخیص های افتراقی که برای بیمار مطرح شد و برای هر کدومش هم در واقع یک سری ورکاپ درخواست شد، یکی در واقع سیجر بود، شک به تی اف بود، در واقع ریفلاکس و مسائل قلبی. آزمایشاتی که در واقع برای بیمار درخواست شد که سی بی سی در واقع نرمال بود، هموگلوبین 9.4 در واقع داشتن، یه پهاش 7.50 اسخای میکنم، یه یو آی اولیه که در واقع برای بیمار درخواست دادیم، وایت 3 تا 4 تا و کلامپ داشتن که تو یو آهایی که بعدن ازشون تکرار کردیم در واقع یو آ نرمال شده بودن. یه بلاد کالچر منفی داریم، یه ای وی جی که از بیمار داریم پی‌اچ 7.50 هست، پی سی او تو 23.1، بایکر به 18.3 و بیس اکسس منفی 3.3، در واقع سدیم پتاسیم نرمال، یه ای اس آر 6، سی آر پی بیمار سی آر پی اولیش 9 بود و سی آر پی بعدی که تکرار کردیم 18 بود، که حالا این دلیلی بود که ما براش آنتی بیوتیک هم شروع کردیم. آمونیاک لاکتات نرمال داشت، یورین ریدیوسینگ سابستنسش هم در واقع نگاتیو بود. سرویس محترم نورولوژی رو به خاطر بلاوت سیجر ما ازشون درخواست مشاوره داشتیم که براشون سری ورکاپ برای شیرخوار در واقع درخواست کردن، ای جی برین سونو، آزمایشات بیوشیمی کامل، آمونیاک لاکتا، هموسیستئین، و دستور دادن که در واقع فنوباربیتال بیمار ادامه پیدا بکنه و لوتیراستامش هولد بشه. سرویس محترم ریه هم در واقع با شک به تی اف بیمار رو ویزیت کردن که براش آپر جی آی سریز خواستن، چست و اکوکاردیوگرافی که من حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم نتایج همه اینها رو. سرویس قدرت هم در واقع با شک بیماری های متابولیک بیمار رو ویزیت کردن که در واقع پروفایل متابولیک رو برای بیمار چک کردن. این در واقع چستی هست که ما از بیمار داریم که در واقع توی ریپورتی هم که از ثبت شده در واقع مثلا زایای فعال ریوی نداره، نرماله و زایای پاتولوژیک نداره. این در واقع آپر جی آی سریز هست که از بیمار گرفته شد. در واقع بیمار تحت برونکوسکوپی قرار گرفت که در برونکوسکوپی پرولاپس به داخل و شدید چین‌های آری اپیگلوتیک در واقع گزارش شد و تی اف گزارش نشد، مالروتیشن نبود. بله، در ناحیه سوپراگلوت کوتاهی چین‌های آری اپیگلوتیک بوده و پرولاپس واضحشون در حین دم به داخل و نواحی سابگلوت و تروش و برونش‌های اصلی هم در واقع نرمال بودن. در واقع این ورک آپ هایی بود که از بیمار خواسته بودیم، در واقع آپر جی آی سریزی که نرمال بود، شواهدی از تی اف نداشت، چستی که نرمال بود، برین ام آر آی نرمال داشت، برین سونه نرمال. در واقع به خاطر اون یو آی اکتیوی که داشت ما برای بیمار سونه کلی و مجاری ادراری خواسته بودیم که نرمال بود، اکوکاردیوگرافی بیمار نرمال، ای جی و ای کی جی بیمار هم نرمال گزارش شده. داروهایی که در ته بستری برای بیمار در واقع تجویز شد، فنوبار بود، نکسیوم، نپای ونتولین و اناسیل 5%، دیاسپام استندبای داشت و سفوتاکسیم در واقع برای بیمار شروع شد با توجه به اون رایز سی آر پی که در واقع داشت. و در نهایت هم بیمار با حال عمومی خوب، بدون تب، بدون دیسترس تنفسی و با کاهش علائم در واقع از سرویس ما ترخیص شد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر عارف به خاطر معرفی جامع و کاملی که داشتن، چون این مریضمون با توجه به تشخیص افتراقی هایی که براش مطرح بود بررسی های تقریبا زیادی براش انجام شد، با توجه به اینکه بچه ما شکایتی که مادر داشت از این بود که هنگام شیر خوردن دچار سرفه و اون بیحالی رو من خودم، چون خودم هم شخصا از مادر یک نوبتی که من خودم ویزیتشون کردم تو اورژانس، بیحالی خیلی شکایت بارزی نبود، سرفه بیشتر علتی بود که مادر ذکر می‌کرد که باعث شده که مراجعه داشته باشه و اون بیحالیه میگفت دیگه تکرار نشده و یک نوبت بوده در یه حدود فکر میکنم اون روز که میگفت 20 روز قبلش، و با توجه به اینکه سرفه‌ای بود که با فاصله مثلا حدودا 15 تا 20 دقیقه از تغذیه بود، خب یه سری تشخیص‌های افتراقی رو برای ما مطرح میکنه که از تشخیص افتراقی‌های مهمی که ما باید براش در نظر بگیریم مشکلاتی مثل ریفلاکس هست، چون گفته بود بعد از 15 تا 20 دقیقه هست، خب اگر همزمان با تغذیه باشه ما به مالکوردینیشن و یا تی اف خب خیلی شک میکنیم، و یا مشکلاتی که مشکلات آناتومیک باشه مثل شکاف کام که هست، همه این نظرها مریضمون رو باید معاینه بکنیم. اگر که مریضمون ببینیم 15 تا 20 دقیقه بعدش هست یا حتی شرح حال استفراغ و ریگورجیتیشن های مکرر رو به ما میده و وزنگیری خوبی نداره، اون وقت به ریفلاکس باید حتما شک بکنیم و اینکه آیا نیاز به درمان داره یا نه. نکته دیگه ای که هست اینه که وقتی سرفه ای رو ببینیم، پدر مادر با سرفه و ارتباطش با تغذیه یا سرفه بدون تغذیه خدمت ما یعنی خدمت پزشک مراجعه میکنن، باید این بپرس استیم که آیا این سرفه مزمن بوده یا حاد بوده، یعنی از بعد به تولد بوده یا نه، هرچی ازمان این سرفه باشه و از بعد به تولد بوده باشه نشونگر این میتونه باشه که این مسئله یک مسئله آناتومیکال هست مثل واسکولار رینگ و سایر مشکلات مثل همانژیوم هال بعد و مشکلات دیگه‌ای که بتونه برای من یک اشکال آناتومیک ایجاد بکنه. و نکته مهمی که هست، باید حواسمون به این باشه که این با چه فاصله‌ای از شیر خوردن هست و خودمون یه معاینه خیلی خوبی بچه رو داشته باشیم. نکته ای که بوده و ورکاپ های تشنج که برای بچه انجام شده با توجه به این بوده که یک نوبت شرح حال بیحال شدن رو مادر در سری قبلی میداده و بچه در مرکز قبلی روی درمان های ضد تشنج رفته بود که توی این مرکز چون چیز غالب و سیگنیفیکانتی دیده نشد و دیگه اون هم تکرار نشده بود و بررسی هایی که بعضیاش در مرکز قبلی انجام شده بود نرمال بود، به خاطر همین گفته بودن که ویدیو کلیپ دوباره تهیه بشه که آیا اگر که امکانش باشه که آیا و اینکه شرح حال بهتری داشته و بچه تحت نظر باشه و ببینیم آیا تشنج میخوره، یعنی که تو بررسی ها خیلی نتونست تشنج توجیه کننده مشکل بچه ما باشه و با توجه به این که مسائل قلبی میتونه براش مطرح باشه که اینها برای اون بیشتر اون کامپلین قبلی بیمار بود، اکوی قلبی هم انجام شد. از نظر این که سرفه هایی که داشت، خب یه باریوم سوالوی برای مریض انجام شد که نرمال ریپورت شد. نکته ای که در مورد باریوم سوالو در تی اف دوست داشتم اینجا عرض کنم خدمت دوستان، این که وقتی که ما برای بچه باریوم سوالو اوردر میکنیم یا تو برگه ها همکارای جوان من در اورژانس مینویسن باریوم سوالو، اگر که برای همکار رادیولوژیست ننویسن که براشون چه مسئله مهم هست، ممکنه که به نتیجه که میخوان نرسن و بچه مقدار زیادی اشعه بگیره. برای مثال اگر نگن که ما از نظر تی اف میخوایم، اونها برای رد مالکوردینیشن ممکنه که بدن این حتما بدن بچه اون رو با شیشه ماده باریوم رو با شیشه بل بکنه تا اینکه مالکوردینیشن رو اگر که بخوان بررسی بکنن. اما اگر وقتی من بگم تی اف رو میخوام برام بررسی کنید، حتما یک کاتتری اونجا از طریق انجی قرار خواهند داد و با فشار زیادی مایه که حاوی باریوم هست رو وارد میکنن و کم کم کاتتر رو بالا میکشن تا اگر کوچکترین منفذی هم بین ریه مری و نای هست مشخص بشه، که این برای ما خیلی مهمه از نظر اینکه اون تکنسیانی که میخواد اون کار رو انجام بده بدونه که چی میخوایم ما و برای ما دقیقا همون کار رو انجام بده، تا بچه چون این یه سیری هست که اشعه زیادی بچه من دریافت میکنه و تکنسیان باید حتما بدونه که به دنبال چی هست و اگر به معمولا چون منفذهایی که در اثر تی اف هستش در قدام بیشتر هستن باید به بچه پوزیشن بده و اگر بدونه در حین اینکه داره این کاتتر رو بالا میکشه اگر چیزی رو مشاهده کنه پوزیشنی میده که ما خیلی بهتر در تصویر بتونیم تی اف رو ببینیم. نکته دیگه‌ای که هست، اگر نظر ریفلاکس ما میخوایم رسی بشه حتما باید بنویسیم، چون یکم زمان برتر هست، تأخیری هست، باید اجازه بده معده کاملا پر بشه و اگر که برگشتی به بالا داره رو
تکنسیان چک بکنه، کما اینکه در ریپورت همین باریوم سوالو برای ما نوشتن که چون فاز تأخیری اخذ نشده در مورد ریفلاکس ما نمیتونیم صحبتی داشته باشیم. اگرچه که درمان ریفلاکس فقط با باریوم سوالو نیست، وقتی من ببینم بچه‌م وزنگیری نداره، علامت پیدا کرده و اینکه ببینم خودم در بالین ببینم تعداد استفراغ ها یعنی یا ریگورجیتیشن ها خیلی زیاد هست که باعث عدم وزنگیری شده و زندگیش و اون علائمی براش ایجاد کرده مثل خسخس سینه، سندیفر و مهمترین چیزی که داریم خب عدم وزنگیری هست، بر اساس اون هست که درمان رو شروع خواهیم کرد. دوست داشتیم در خدمت آقای دکتر شیرزادی باشیم، اتند محترم ریه مرکز طبی کودکان که بیمار رو در تحت نظر داشتن و جهت اینکه بخواد مطمئن بشیم که تی افی هست یا نه، چون باریوم سوالو نرمال خب رد کننده نیست با توجه به اینکه ممکن اگر منفذی ریز باشه باریوم سوالو نشونگر این نمیتونه باشه و ما حتما برونکوسکوپی برای بچه انجام میدیم. و یکی از چیزهایی که در این مرکز باعث افتخار ما هست این که برونکوسکوپی یعنی به صورت دابل برونکوسکوپی اینجا انجام میشه، یک برونکوسکوپی یعنی یک اسکوپ داخل مری و یه دونه داخل نای و اینکه اونی که داخل مری هست متیلن بلو داخلش تجویز میشه که با کوچکترین منفذی ما نشتش رو در داخل نای خواهیم دید و کلوی بسیار خوبی میده به جراح ما که قرار هست کجا رو برای من ترمیم بکنه و بسیار تشخیصی و در این حال میتونه زمینه ساز درمان باشه و بسیار سود میبرن شیرخواران ما و حالا کودکان که حالا معمولا اگر تی اف به تنهایی باشه و با آترزی نباشه ممکنه حتی کودکان ما سود ببرن، چون میدونید که تی اف وقتی با آترزی مری همراه نیست میتونه در سنین بالاتری خودش رو نشون بده، اما هرچی خب کامپلین های همراهش بیشتر باشه در سن زودتری تشخیص داده میشه. عرض کردم دوست داشتیم در خدمت استاد شیرزادی باشیم، متاسفانه ایشون تو جمع نداریم و نتونستیم ایشون رو با تماس تلفنی در دسترس داشته باشیم. من نکاتی که از اساتید قبلتر آموزش دیده بودم یعنی شاگردی کردم و جسارت کردم خدمت اساتید بزرگوار برای اینکه حالا چند تا نکته برای همکاران جوانترم باشه یه مطالبی رو عرض کردم. برای این بیمارمون هم تنها تشخیصی که پیدا یعنی داشتیم اون لارنگومالاسی بود که بچه ما استیرودور واضحی هم نداشت که بخواد تشخیص افتراقی اولمون باشه و اون سرفه ها فعلا دلیل متقنی برای سرفه ها پیدا نشده، ولی در حین بستری و وقتی پیش ما بود خب خیلی این تعداد حملات خیلی کمتر شده بود با پوزیشن آنتی ریفلاکسی که آموزش داده شده بود و پی پی آی که به صورت امپایریک براش گذاشته شده بود و حالا ایشون در ارتباط با سیستم درمانگاهی هست، مخصوصا اینکه چون والدین منصوب نزدیک بودن و براشون هم از ترس اینکه تشنج یعنی نباشه اون حمله قبلی که تو مرکز ورکاپش انجام شده بود توصیه به بررسی های متابولیک هم شده بود که آزمایشات حاضر نیست و قرار اونها رو هم سرپایی پیگیری کنه. اگر که سوالی نیست ما کیس آخر رو بپردازیم که چون تا 8:45 دقیقه باید به زمان وفادار باشیم، من خواهش میکنم بیمار بعدیمون رو خانم دکتر عارف باز هم در خدمتشون هستیم معرفی بفرمایند. ممنون از حوصله جمع. ممنونم استاد محمدی. کیس آخر هم در واقع یک بیمار 2.5 ساله بود، سالم بدون من جسارت میکنم از عذر میخوام استاد اسحاقی، خیلی شرمنده خانم دکتر. استاد اسحاقی در مورد کیس قبلیمون که پاروتیدیت بود یه کامنتی داشتن، اگر که در جمع ما هستن من در خدمتشون هستم، اگر که امکانش باشه که استاد به ما فکر میکنم من اسمشون رو دیدم چون فرموده بودن کامنتی رو من استاد اگر که تشریف دارن استاد ممنونم استاد بفرمایید. استاد در خدمتتون هستیم بفرمایید کامنتی که در مورد بیمار پاروتیدیت بیمار اول ما داشتیم. خواهش میکنم. فقط یکی از همکارا سوال کرده بودن در چت در مورد اینکه آیا شما در مورد حساسیت میکروبی استافیلوکوکای مرکز طبی پرسیده بودن. نگاه کنید می‌خواستم توضیح رو گفتم شاید برای همکارای دیگه هم بتونه مفید باشه عرض بکنم. اینکه می‌دونید ما تقسیم بندی می‌کنیم استاف رو بر اساس کواگولازمون به دو نوع استاف کواگولاز پوزیتیو و نگاتیو. پوزیتیومون همون استاف اوروس، نگاتیومون که در سر دستش میشه اپیدرمیدیس، همولیتیکوس، ساپروفیتیکوس و انواع دیگه. در مورد استاف اپیدرمی اوروس رو به دو گروهه در واقع متیسیلین سنسیتیو و متیسیلین رزیستنت تقسیم می‌کنیم. متیسیلین رزیستنت همون باز دو نوع میشن، کامینگ اکوارد متیسیلین رزیستنت و هاسپیتال اکوارد. ما اون چیزی که داریم صحبت میکنیم راجع به کامیونیتی اکوارد متیسیلین رزیستنت استاف اوروس هست که چند تا آپشن براشون داریم که غیر از وانکومایسین که حالا برای اون هاسپیتال اکوارد هم استفاده میشه، کلیندامایسین و کوچوماکسازول داروهایی هستن که رو استافیلوکوکای کامیونیتی اکوارد متیسیلین رزیستنت هم موثرن. بنابراین هر دو آپشن شما میتونید استفاده کنید، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که شما در جایی که
مثلا مثل آبسه گردنی، مثل لنفادنیت گردنی که پاتولوژیتون مجموعه است احتمالاً از استاف یا استرپ گروه A، در اصل قاعدتا این هستش که بهتر از کوتروکسادول استفاده نکنید، چون که همونطور که میدونید کوتروکسادول یعنی استرپتوکوک گروه A در خیلی موارد نسبت به کوتروکسادول مقاومه. بنابراین اگر لنفادنیت گردنی داریم از کلیندامایسین استفاده میکنیم. ولی برمیگرده حالا که مطلبی که خانم دکتر فرمودن که اگر شما یه در اون منطقه‌ای که دارید کار میکنید از میکروبات آنتیبیوگرامی دارید که برفرض این آنتیبیوگرام نشون داده که مثلا استرپتوکوک های شما به ارزم بزرگتون که کوتروکسازول حساس هستن، اون موقع میشه از کوتروکسازول هم در درمان یک درمان امپایریک یک لنفادنیت چرکی استفاده کرد. در غیر این صورت چویس ما همون کلیندامایسین هستش. همین رو خواستم گفتم شاید مفید باشه. خیلی متشکر استاد، خیلی متشکرید که وقت با عزیزتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا حفظتون و حمایتتون رو بر سر ما و بیماران سلامت باشید. ممنونم استاد. ممنونم. باز هم از خانم دکتر عارف عذر میخوام که کلامشون رو قطع کردم، چون استاد ارجع هستن بر همه ما. خواهش میکنم بفرمایید مریض آخر رو که انشالله بحث رو پایان برسونیم. بیمارمون یک در واقع بیمار یک پسر 2.5 ساله سالم بدون بیماری زمینه‌ای که با شکایت سرفه و خسخس قفسه سینه از 2 هفته قبل توسط والدینش به مرکز ما آورده شده بود. مادر ذکر میکرد که 2 هفته قبل کودک به طور ناگهانی موقع غذا خوردن که مادر اول ما گفتن که هویج بوده، دچار سرفه های شدید شده، حمله چاکینگ داشته. در طول این 2 هفته در واقع سرفه هاش تشدید پیدا کرده، شرح حالی از تب و اسهال و استفراغ هم نداشت. در واقع با تشخیص آسپیریشن جسم خارجی بستری شد. توی معایناتش در واقع دیسترس تنفسی نداشت، استریدور در انگام استراحت نداشت، معایناتش نرمال بود، فقط ویز لوکالیزه دیگه چپ داشت. علائم حیاتیش استیبل بود با سچوریشن 98. این در واقع چستی هست که ما از بیمار گرفتیم که در واقع پرهوایی 2 طرفه مشهوده. در واقع بیمار کاند برونکوسکوپی شد که توی برونکوسکوپی در واقع یک تیکه استخوان از برونش چپ بیمار خارج شد. در نهایت بیمار در واقع با حال عمومی خوب با اسپری سالبوتامول و پکلومتازون در واقع بدون دیسترس تنفسی از سرویس ما در واقع ترخیص شد. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر عارف، خیلی ممنون که زحمت دو تا مریض امروز با شما بود. بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه آسپیریشن یه مطلب بسیار شایعی هستش و خیلی ممکنه برای همکاران ما پیش بیاد در هر گونه از ستینگ هایی که کار میکنن، خب این کیس هم فکر میکنم 2 روز پیش در مورنینگ مطرح شد و گفتیم شاید نتیجهش برای همکارا جالب باشه که حواسمون باید باشه که آسپیریشن اگر که شرح حال چاکینگ رو مادر میده که شرح حال این که سیانوز حالت خفگی داره، حتما باید این بچه کاندید برونکوسکوپی بشه و اصلا به معاینه نرمال چست ایکس ری نرمال و به هیچ کدوم از اینها ما نباید بسنده بکنیم و حتما مریضمون برونکوسکوپی براش انجام بشه. با توجه به اینکه 30% چست ایکس ری های ما میتونه نرمال باشه و مریض وقتی که جسمی رو آسپیره میکنه بعد از مرحله چاکینگ میتونه چند روز تا چند ماه در فاز بی علامتی باشه و بعد از اون علامت دار بشه که و یا اینکه مثلا خسخس سینه سرفه و یا حتی جابجایی که بتونه علامت های خطرناکتر و تهدید کننده حیات دیگری رو برامون رقم بزنه. نکته ای که هست اگر جسم خارجی خارج نشه حواسمون باید باشه که میتونه آتلکتازی، عفونت های مکرر، هموپتزی و یا برونشکتازی برای ما ایجاد بکنه. پس خیلی مهم هست وقتی که ما برونکوسکوپ در دسترس داشته باشیم و اینکه وقتی که برونکوسکوپ رو داریم تا جایی که امکانش هست بیمارمون حتما برونکوسکوپی براش انجام بشه. اگر در مرکزی هستیم که برونکوسکوپی نداریم و قرار مریض ارجاع بشه، به هیچ وجه مریض رو با خانواده و ماشین شخصی نمیفرستیم به مرکز دیگه و حتما باید با آمبولانس و تحت نظر پزشک باشه، چون هر آن ممکنه جسم خارجی جابجا بشه و اتفاق تهدید کننده حیاتی برای مریض ما اتفاق بیفته. نکته ای که هست هر پدر مادر و یا هر پزشکی باید بدونه که وقتی یک بچه‌ای جسمی رو آسپیره میکنه در مقابل چشمان ما، اگر سرفه مؤثر داره نیاز به دخالت ما نیست و باید اجازه بدیم تا بچه با سرفه خودشون جسم رو خارج بکنه. اما اگر سرفه مؤثر نداره در سن زیر 1 سال اون مانور بک بلوک 5 تا
از پشت ضربه میزنیم و بعد 5 تا حالت ماساژ روی قفسه سینه و بعد در بین هر سیکل مشاهده دهان و اگر که جسم خارجی رو میبینیم از کنارش بعد به آرامی با جارو کردن خارج بکنیم و اگر هم که بزرگتر از یک سال هست مانور هایملیخ باید براش انجام بشه. حواسمون فقط میگم نکته مهمی که ما دوست داشتیم از این مریضمون داشته باشیم این هستش که باید مریضمون چست ایکس ری و معایناتش رو اصلا بهش اعتماد قوی و 100% نداشته باشیم و اینکه حواسمون باشه اگر حتی معاینه و چست ایکس ری نرمال هست همین شرح حال آسپیریشن بیانگر این هست که باید حتما برونکوسکوپی انجام بشه. همکاران توی چت فرموده بودن استخوان در عکس باید دیده میشد، بسیار حرف به جایی هست. حالا شاید توی تصویری که بوده به صورت اینکه حالا شاید طوری زاویه‌ای داشته که دیده نشده و یا اینکه در استخوان بودن این هم تا جایی که من با همکارای فوق ریه صحبت کردم یک مقداری زن بود و اون 100% نبود با توجه به اینکه خب ممکنه به خاطر موکوس پلاکی که اونجا هست و ترشحاتی که اونجا ممکنه اون جسمی که داخل برنج هست رو یک مقدار تغییر چهره بده شاید نشه قویا گفت استخوان بوده، ولی اینکه وقتی نیافتاده کاملا حرف متین هست و اون هم زن 100% نبود و به شکل و رنگ نمیشه واقعا اعتماد کرد. همکار دیگرمون فرمودن چرا باید در یک جلسه آموزشی این همه تعریف و تمجید انجام بشه، چون دو تا از اساتید ما یکی از اساتید که اصلا امروز روز آنکالیشون و مریض مریض ایشون نبود و واقعا لطف کردن که وقتشون رو در اختیار گذاشتن، چون که اون استادی که باید تشریف می آوردن به دلایلی نمیتونستن تشریف بیارن و اینکه روز پنجشنبه روزی هست که اساتید به شدت درگیر مشاوره ها و بخش هستن و واقعا لطف میکنن که وقتشون رو در اختیار ما میذارن. حالا من چون تمام اساتیدی که صحبت کردن استاد من هستن و به همهشون به شدت ارادت دارم، شاید نمیدونم نماد بیرونیش چطور بود اما من سر تنظیم در مقابل همهشون فرود میارم و واقعا لطف میکنن که در جلسه همه ما رو به فیض میرسونن. از همه اساتید ممنونم. حضور دکتر اصفهانی استاد بزرگ نفرولوژی کودکان رو دیدم، ازشون بسیار سپاسگزارم که تشریف داشتن و همچنین آقای دکتر زیایی. بقیه اساتید رو اسامیشون رو اگر از قلم انداختم عذر میخوام. خیلی ممنون که توی جلسه حضور داشتید. اگر که سوالی نیست ما از وقت گذشتیم و سیستم رو شاید احتیاج باشه، چون اگه سوالی هست در خدمتیم، وگرنه که من همه رو به خدای بزرگ میسپارم و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم. متشکرم از همه شما. روز خوبی داشته باشید. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. Hey.